همراهان گرامی، همانطور که در ویدیو قبلی در مورد مشکلات سوزش سری دل معلومات دادیم و تذکر داده بودیم که ویدیوی بعدی در مورد راه حل و درمان سوزش سری دل خواهد بود که عناوین آنها قرار دل می باشند. 1. درمان های خانگی سوزش سری دل، تغییر در رژیم غذایی، ورزش و جاذبه، تغییرات سبک زندگی، تسکین سوزش سری دل. سلامتی و شادی شما اولویت ماست، بنابراین ما معلوماتی که برای سلامتی و شادی شما خوب باشد تهیه میکنیم. لطفاً لایک و سابسکرایب را فراموش نکنید. در ادامه ویدیو با من همراه باشید. شماره 1. درمان های خانگی سوزش سر دل. کارهای های زیادی می توانید برای جلوگیری از علائم سوزش سر دل در خانه انجام دهید. کیلاست، ناک، تب زمینی، تخم مرغ و هندوانه در کاهش اسید معده مفید هستند و برای جلوگیری از پرخوری وعده های غذایی کوچک بخورید. 3 تا 4 ساعت قبل از خواب غذا بخورید و معده تان زمان زیادی برای هضم بدهید تا محتویات آن نتواند در شب به معده شما برگردد. آخر شب غذا نخورید، با شکم خالی به بستر خواب بروید. اگر قبل از خواب غذا میخورید، اسید و غذا ممکن است هنگامی دراز کشیدن از معده بالا رفته و باعث سوزش شود. سر تخت خود را تقریبا 6 تا 8 اینچ بالا بیاورید. این به گرانش اجازه می دهد تا به نفع شما عمل کند و به محتویات معده کمک می کند تا در جایی که به آن تعلق دارند باقی بمانند. تغییر در رژیم غذایی. اگر مبتلا بر ریفلاکس اسید هستید، از خوردن غذاهای تند، غذاهای اسیدی و سایر غذاهایی که باعث ریفلاکس مری می شوند خودداری کنید، زیرا باعث شل شدن دریچه مری می شوند. غذاهای محرک عبارتند از بادنجان رومی، سیر، مرکبات، پیاز، شکلات، نعنا، مرچ و غذاهای چرب. نسخه های ملایم تری از غذاهای تند مورد علاقه خود را انتخاب کنید که کمتر احتمال دارد علایم شما را تحریک کند. همانطوری که بعضی از غذاها می توانند علایم سوزش سر دل را تحریک کنند، نوشیدن برخی از نوشیدنی ها نیز می توانند منجر به سوزش سر دل شوند. نوشیدنی هایی که ممکن است باعث ریفلاکس شوند عبارتند از چای، قهوه، الکل و نوشابه های گازدار. شماره 3. ورزش و جاذبه. در مورد ورزش هوشمند باشید. انجام فعالیت بدنی کافی برای حفظ سلامتی کلی شما ضروری است، اما انواع فعالیت هایی که انجام می دهید ممکن است بر علائم ریفلاکس اسید شما تأثیر بگذارد. ورزش هایی که فشار شکم را افزایش می دهند ممکن است محتویات معده را وادار به بازگشت به مری کنند. حرکات یوگا که بدن را برعکس می کند و با سر ایستادن ممکن است علائم را تحریک کند. تمرینات شکمی مانند کرانچ فشار داخل شکم را نیز افزایش می دهند و ممکن است باعث ریفلاکس شود. تمرینی را انتخاب کنید که محتویات معده شما را در جایی که به آن تعلق دارد نگه دارد. شماره 4. تغییرات سبک زندگی. تغییرات سبک زندگی می تواند اثرات شگفت انگیزی بر علائم ریفلاکس اسید داشته باشد. لباسی که می پوشید ممکن است بر علائم شما تأثیر بگذارد. لباس های تنگ به شکم فشار وارد می کنند و ممکن است اسید و غذای معده را به سمت مری برسانند. از پوشیدن لباس های تنگ خودداری کنید. لباس های بازتر بپوشید تا فضای کافی برای تقویت عملکرد گوارشی داشته باشید. این سبک ها ممکن بر جلوگیری از ریفلاکس نیز کمک کنند. خانم های باردار نباید بلافاصله بعد از غذا دراز بکشند و همچنان باید قبل از مصرف دارو با پزشک خود مشورت کنند تا مطمئن شوند که برای جنین بی خطر است. شماره 5. تسکین سوزش سر دل با دارو. آنتی اسیدها داروهایی هستند که اسید معده را خنثا می کنند. آنها یکی از انواع درمان های بدون نسخه برای کاهش احساس سوزش هستند. اولیس، تا
مالوکس و میلانتا این چند نوع آنتی اسیدی بدون نسخه هستند. اگر گاه به گاه دل درد و علایم ناراحتی خفیف دارید، آنتی اسیدها گزینه خوبی هستند. این داروها را طبق دستور مصرف کنید و از دوزی توصیه شده تجاوز نکنید. از آنتی اسیدها بیش از حد استفاده نکنید یا بیشتر از آنچه در برچسب ذکر شده است مصرف نکنید، زیرا ممکن است منجر به عوارض جانبی از جمله یبوستی یا اسهال شود. اگر از سوزش شدید سر دل یا سوزش طولانی مدت رنج میبرید، آنتی اسیدها ممکن است انتخاب درمانی مناسبی نباشند. امیدوارم که این معلومات برای درمان سوزش سر دل به شما کمک خوبی باشد. با کانال نگاه نو بمانید. تشکر از حمایت شما.